خیلی باله. میگفتم اگه بشه بیام. اول گفتم اگه بشه مثلا ثبت نام کنم چه جوری میشه. بعد ثبت نام کردم. بعد گفتم اگه بتونم مثلا تن تو تمرینا 20 کیلومتر 25 بزنم مثلا دیگه چقدر خوب. بعد اونم زدم. همینجوری آروم آروم تا توهم زدم گفتم زانوم که درد گیره. گفتم اگه زانو خوب بشه دیگه واقعا چی میشه بدم. زانو خوب شد گفتم یکم بکنم برم سرما بخورم اون داستانا. الان فرق مارسانه همش خوب شده. این ریز ریز های بازی میکنه و آدم خیلی باره. تو دبستان بچه که بودم یه مسابقه گذاشتن، مسابقه دو. بعد از این ور حیاط میدویدیم اون ور حیاط. کلش هم 10-15 متر بیشتر نبود. من همونجا فهمیدم که دویدن برای من نیست. با اینکه ورزش‌های دیگه همیشه میکردم ولی این یه دونه رو دوست نداشتم. احساس می‌کردم سخته برام. یکی از چیزایی که همیشه میگفتم چرا آدمو میدوئن؟ الان میگم چرا آدمو نمیدوئن؟ یعنی یه چیزی به این سادگی ولی چقدر زندگی تو میتونه تغییر بده. یه چالشی بود که گفتم برای خودم بذارم به خاطر اینکه من اعتقاد دارم آدم باید خودش تو شرایط سخت بذاره تا روش کنه. اگه همه چی بخواد خیلی راحت و رو خط ممتد بره جلو فایده نداره. این بالا پایینی که تو دو هست یا حالا تو این مسابقه ماراتونی که میخوام شرکت کنم 42 کیلومتر برای کسی که از 200 متر میترسه برای من خیلی هیجان انگیز بود که بخوام خودم رو توی مسیری بذارم که هم از لحاظ روانی هم از لحاظ فیزیکی آماده سازی بکنم برای همچین چالشی. هوای سرد همیشه بیرون هست ولی تو باید یاد بگیری در ببندی. هوای سرد رو نمیتونی نابود کنی. تو ماراتون 5 کیلومتر اول دورت شلوغه، شک داری تقریبا میگی تا موتورت روشن شه طول میکشه. کلا تو دو طولانی مدت همچین داستانیه. به 10 که میرسی احساس میکنی همه چی طبق برنامه است، گرم شدی و درست داری میری جلو. به 15-16 که میرسی مغزت شروع میکنه باید بازی کردن، دنبال دردهای جدید میگردی. اینجای زانوم جدیده این درد، اونجای پامل اینجوریه. به 20-22 اینا که میرسی میگی وای تازه نصفش رو رفتم. این بازی مغزت با بدنت هی شروع میشه که اینی که هی بگی حالا اگه یکم دیگه برم جلوتر چی میشه، اگه یکم دیگه بتونم خودم رو مجبور کنم که یه 5 کیلومتر دیگه 2 کیلومتر دیگه. حالا به 25-30 اینا که میرسی دیگه میگی خب بس دیگه تا اینجا رفتم. کلا این بالا پایینش این زندگیه. مهمی نیست که تو از A برسی به B، مهم این مسیر است، مهم این مسافرت است. کلا چیزای غذایی باید ببینیم. چیزی که مثلا میگن گوشت قرمز مثلا نخور، مثلا یا زیاد نخور یا فلان. تو اگه باید ببینی چیزی که هیچ کی راجبش حرف نمیزن و دقت نمیکنه که با چی داری میخوری اینو، که بدنت وقتی رو سوخت چربی میسوزونه یه سری چیزا تو بدن ترش میشه. کیتونز بهش میگن. کیتون؟ کیتون، آره. کیتونا برای هوشت خیلی خفنه، بعد برای پرفورمنست هم خیلی خوبه. برای اینکه برسی به اون چربیه بعد بدنت رو یاد بدی بهش، طول میکشه. مثلا یه سال بعد رو کیتوژنیک دایت باشی بدن دیگه یاد میگیره. دیگه لازم نیست کار بکنه. خیلی اصلا ماراتون رو چربی میبرم. آره خیلی هستم. سلام. یه برنامه 3 ماهه گرفتم که این 3 ماه یعنی تو هر یه ماه مقدارش میره بالا ولی یه تمرینه. یعنی مثلا 4 روز میدوی، مثلا یه روزشو حالت این اینتروال فارتلک بهش میگن، فارتلک سوئدی، یعنی مثلا با سرعت های مختلف رندوم میدوی یه مقداری رو. خیلی خیلی این چیزه میکنه. یعنی تو الان چند کیلومترش میدوی؟ خب دیگه مثلا از 3 مایل شروع میشه فارتلک کنه، میدونم
یه دونه با پیس خود ماراتون میدوی، معمولی ایزی پیس داری، مثلا یه روز بعد ایزی پیس بدوی راحت. آخر هفته هم طولانی هست، طولانی هم مثلا 4 مایل شروع میشه، بعد میشه 6 مایل، میشه 10 مایل، 16 مایل، 20 مایل، آره هم میره بالاتر. ولی بعد اون 10 کیلومتر آخر ماراتون میگم تنها تری که تنها در جای دنیاست دیگه، نمیشه نه یعنی حسش تنها تری نیست، فقط باید به فکر این باشی که برسی، باید به فکر این باشی خودو آروم کنی. دنیا همیشه یه داستانی توش بوده، همیشه یه جای دنیا جنگ بوده، همیشه یه جای دنیا بحثی بوده، همیشه یه داستانی همیشه بوده. یه چیزی راجب دویدن هست خیلی عجیبه، یه ژن قبیله‌ای تو میاره بیرون و هیچ چیزی هم احتیاج نداره. من میخوام مغزم به بدنم یاد بده که رئیس کیه. معمولا برعکسه، تا گرسنه‌ت میشه میری سر یخچال، تا خوابت میگیره میخوابی، تا سردت میشه خودتو میپوشونی. حالا که تو جنگل میدوام صدای جنگل باید که خیلی صدای بلندی نیست ولی صداش خیلی عجیبه. اصلا مسافت زیاد وقت میری یه جورایی با محیط دورورت یه رابطه خاصی داری. میگن دویدن وقتی دویدن که یادت میره داری میدویی، ببینی با فکر درست چشاتو زوم میکنی رو هدف، نفس میکشی، چشاتو پر از هوا میکنی، قلبت محکم میزنه، دستات دارن تو رو به جلو میبرن، پاهات سفت تا برسی به خط. ببین امروز میخوایم 535 متر با هم دیگه اسپرینت کنیم، بعد استارت 100% بزنی به نهایت توانتون. ما ضربانه اون 35 متری که از همه بهتر دویدی و لازم داریم برای اینکه اینو توی فرمون قرار بدیم که بتونیم ضربان حوله و ضربان لاکی تو رو به دست بیاریم که بقیه تمرینه که با هم دیگه داریم تو روز ماراتون رو بر اساس اون ضربان بدیم. مهراد یه آدمی بوده که قابلیت ورزشی گوناگونی داشته، مثلا خیلی خوب ویت ترینینگ میکرده، خیلی خوب بادی ویت ترینینگ میکرده، خیلی خوب دوچرخه سواری میکرده، خیلی خوب شنا میکرده، ولی همیشه با یه کار مشکل داشت، اونم دویدن بود. یعنی هر وقت که بهش میگفتیم بریم آقا بدویم، حالا 3 کیلومتر، حتی مسافت‌های خیلی کوتاه، 3 کیلومتر، 2 کیلومتر، حاضر بود هر کاری بکنه به غیر از اینکه بدوه. من باید همیشه دنبال راه‌های جدیدی باشم که به خودم نگاه کنم و به بقیه بگم اگه من تونستم اونا هم میتونن، هیچ فرقی نداره. هر وقت اینو کاملا درک کردم میفهمم که همیشه میتونم خودم عوض کنم تو هر شرایطی. من همیشه فکر میکردم باید دنیا رو عوض کنم، تو وقتی فهمیدم باید دنیای خودم رو اول عوض کنم، از اونجا همه چی تغییر کرد. من خیلی کارا تو زندگی میکنم، چیزی که بقیه از من میدونن آهنگسازیه. دوست ندارم هیچ وقت تو یه رشته فقط فعالیت کنم، یا منو بشناسن به خاطر آهنگسازی، یا منو بشناسن به خاطر فقط ورزش. به نظر من آدم کامل آدمیه که همه کار بتونه زندگیش بکنه، هم از لحاظ ورزشی، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ یادگیری. یعنی هر روز باید توی چیز جدید یاد بگیری، این نیست که من یه چیزی یاد گرفتم تا آخر زندگیم قرار اونو بکنم. معلوم نیست، ممکنه من دیگه موزیک رو ادامه ندم، مثلا به شکل دیگه من دوست دارم اون کارو بکنم، چون توی موزیکم من هیچ وقت آدمی نبودم که بخوام برای بقیه کاری بکنم. معمولا یه کاری رو می‌کردم، کسی دوست داره دنبال می‌کنه، کسی که طرز فکر جنین خودم دنبال میکنه و با هم همفکر میشیم، اون داستان باحاله. ولی هیچ وقت نمیدم به عنوان محصول یه چیزی درست کنم که فقط سیب زمینی نیست، یعنی بیاییم دوتا سوس هم بزنم که همه عام بفستم باشه. آیا این تصمیم منو تنها کرد؟ آره میتونم بگم 100% این اتفاق افتاد، با اینکه فکر نمیکردم، چیز قابل پیشبینی نبود. ولی زندگیت فرق میکنه، خوابیدنت فرق میکنه، غذا خوردنت فرق میکنه. مسلما کسایی که میگردی هم باشون تو این داستان هستن، با یه سری دیگه نمیگردی، با یه سری میدونی چرا؟ بخاطر اینکه دیدت عوض میشه. یکی از دلایلش نه فقط نحوه زندگیته،
نحوه خوابیدنت، نحوه غذا خوردنت، نه، ولی دیدت هم به زندگی هست. یعنی بیشتر احساس میکنم الان دوست دارم دور و برم آدمای پر انرژی باشن. میدونی کسی که دیگه اینه، کسی که حرف خوب برای گفتن نداره، اصلا تحملش برای یه ساعت هم نمیتونم بکنم. یه ساعت چی؟ نیم ساعت؟ پنج دقیقه هم نمیتونم. میکس و مستر میشه دیستورشن مستر که در حال تمرین دو سال رو تو شیش ماه بکنین اینجوری میشه. این چیزای کوچیکه که تعیین میکنه تو چه آدمی هستی، کی هستی، اصلا چی کار میتونی بکنی. خودتو با این کار تست میکنی، میدونی، میفهمی چقدر قوی، چقدر میتونی بری جلو. میدونی خیلی بده که یکی اینو از دید ورزش، این ورزشکاره، این دونده است، نه، همه باید باشن، همه باید خودشونو از لحاظ فیزیکی و روانی هول بدن جلو. میدونی من دونده نیستم، من موزیسین نیستم، اونم هست تو زندگی، ولی انسان باید همه چی رو امتحان کنه. یعنی زندگی خیلی خیلی باحاله، ولی اگه بلد باشی باش، یعنی به بالا پایینش رو بلد باشی باش چجوری رفتار کنی. من همیشه سعی میکنم کاری که دوست دارم، کاری که احساس کنم درسته الان برای خودم، اون کار رو انجام بدم و نتیجه دیدم، بیشتر از این نتیجه دیدم تا اون یکی روش، اینی که من باید یه کاری حتما بکنم برم، یعنی یه ربات، از این خیلی بیشتر نتیجه دیدم. چون این اتفاقای کوچیکی که داره تو زندگی میفته داره یه جورای شخصیت خودم رو به خودم معرفی میکنه که من چه قابلیت هایی دارم. دیروز یه درد عجیبی تو پامه که خیلی وقت برو خودم نایه بردم، ولی داره اذیت میکنه، خیلی هم نگرانم که داره زیاد. دیروز که دویدم بدتر شد خیلی. احتیاج به یکی مثل داوود دارم که واقعا تجربهش رو سخت دیگه، از دینی تا تحرین کار رو کاملا بلده، میدونه چی و چیه. بریم همین رو یه دوتا قهوه بگیرم و بریم پیش داوود. سلام. مثلا امریکانو با یه دنیش شد فقط ما که تمرس داری یا ما گو نه نه برای همون تو کار باشم. او بادی سلام چطوری؟ چطوری؟ چه خبر؟ درده بعد اومدم، درد دوتا ساق اومده، ولی احساس می‌کنم بیشتر داره میشه. من مثلا خودم اینجوریام، حالا دیگه یه مشکلی بیاد
هیجان زده میشم که دوست دارم مشکل رو حلش کنم معمولا تو هر زمینه، ولی بعضی مشکل ها مثلا دیشتم اینجوری یکم هول میکنه آدم که میدونی. آره خب معلومه تو مثلا دو ماه سه ماه چهار ماه برای یه هدفی تلاش کردی و خب یه دفعه همچین دردی یا آسیبی ممکنه ذهنتو خیلی درگیر بکنه و نگرانت کنی که آیا میتونی اون روز مسابقه کاری که میخوای رو انجام بدی یا نه. و همه این داستانا شاید اصلا باید همه اینو تجربه بکنن، این درد رو جزء خودت. دقیقاً این قسمتی از رانینگه که تو بدونی، بفهمی، بشناسی بدنتو که کی حدشه، کی دیگه واقعا این درد دردیه که گذراست، باید تحملش کنی و ازش رد شی، یا نه دردی که باید بهش احترام بذاری. پس تو میگی یعنی من اگه از فکری فکرم آروم کنم خودش. دقیقاً من فکر کنم فکرت نباید این باشه که من باید ماراتون رو برم و تموم بکنم و با این تایم باشم. نباید این باشه. آره دقیقاً. باید فکرت به اونجا برسی که آقا من دارم لذت میبرم از این کاره. نه تموم میکنی قطعاً. ولی اگه از قدم اولی که میری تو مسابقه ذهنت فقط درگیر این باشه که کی این 42 کیلومتر تموم میشه، خیلی کار سخت میشه. میتونه داستان این باشه که از هر گامی که برمی‌داری لذت ببری، از اتمسفری که اونجاست، از آدمایی که کنارت دارن میدوئن. اون خیلی کار رو آسان‌تر می‌کنه. اینکه از خود دویدن لذت ببری نه از مسابقه دادن و تموم کردن. اون صلح رو اگه پیدا بکنی با دویدن، اون موقع صدها کیلومتر به راحتی می‌تونی بری. دقیقاً. خودم همیشه میگم مسیر مهمه. دقیقاً. هدف دقیقاً. چیز نیست. آره واسه هممون گفتنش آسونه، ولی خب اجرا کردنش یه مقدار سخت میشه دیگه. اینکه من 4 ماه تمام کردم. با این پای من محاله بشه برسم به تش، این زانو جون نداره وایستادم رو پای کج، نگران نباش عشق نریز براش، کارت بزن همش تا خون بیاد ازش، آروم نمیشم اگه نرسم من. رسیدیم ماراتون، با اتوبوس اومدیم و سخت ترین داستانش اینه که هی میگی خوب بخوابم شبش، نمیدونم فلان، اینو وردم اونو نیوردم به موقع برسم، اینا هم همه دستشویی الان همه چی فعلا اوکیه، ولی تو راه میومدیم شیبا یکم نامرد بود، حالا باید همونو برگردیم. ولی میگم دیگه تو این داستان برای من همین رسیدن به اینجا خیلی جالب بود. موقعی که من تصمیمو گرفتم خیلی‌ها گفتن که، یعنی اکثرا یه سری هم اول گفتن خب تو خیلی چی یعنی چی مثلا چه کاریه، یه سری گفتن حوصله داری بابا ول کن اینم خواستی بری اونجا فلان و اینا. معدود کسایی بودن که گفتن، یعنی فهمیدن داستان چیه. و میگم رسیدن به اینجا شسته من همون 42 کیلومتر بود، حالا از اینجا به بعدش دیگه یه جوره جایزه هست، ولی اینی که تو یه تصمیمی رو میگیری و دوره و تو باید بین حرفای راست و چپ و اینا هی ببینی داستان چیه و این درست میگه اون درست میگه نیست، واقعا اینی که خودت اون کاری که میخوای و چجوری براش برنامه ریزی میکنی بریسی بهش و اون دیسیپلینیه که تو، یعنی واسه من این دیسیپلینی که تو این 6 7 ماه داشتم واقعا عجیب ترین بود. اونش که یه سری کارا رو بعد عوض می‌کردم، یه سری کارا بعد اضافه می‌کردم، اینی که باور داشته باشی یه جاهایی یه صدایی تو مغزت میگه نکن نمیتونی، هنوزم هست این صدای، ولی منظورم اینه که این زندگیه، یعنی واقعا یه تصمیمی داری، یه راهی رو داری و این برنامه‌ریزی که براش می‌کنی نشون میده که هر
تصمیمی که میگیری یه جا میره صورتت. یعنی من اگه مثلا فلان کارو نمیکردم یا فلان کارو میکردم، اینا همه باعث میشد که الان من اینجایی که هستم یه مسیر دیگه ممکنه داشته باشه. مثلا همین آماده. کیلومتر یک حال خوبه، ولی کلن طبقه هم هست دیگه، درد پا بر نگرده، نمیدونم برسم نرسم، بریم چیه. کیلومتر 5 زانو چپم دوباره درد گرفته، اعصابم خورد کرده، بعد واقعا دوست رو در نمیرم، ولی دستوال لیلی دارم. کیلومتر 24 هم دارم میمیرم واقعا. یعنی تا حالا انقدر تو این داستان هیچ وقت نبودم. یعنی زانوم جوری درد میکنه، پای راست هم فکر کنم داره تاول بزنه، بعض زمان نمیتونم بنزنم رو راست نه رو چپ، واقعا نمیدونم چی کنم. بدترین حاله 24. کیلومتر 30 هم فقط دارم بزرگ رو گوش میدم، هیچ چی دیگه ندارم بگم، دارم نمیدونم. چلو دو تموم شد، باورم نمیشه بدترین دردی که میتونم اصلا پس بدونم چیه الان واقعا دارم. زانوم از همون کیلومتر 5 شروع شد درد گرفتن، اصلا فکر کردم امکان نداره بتونم و واقعا نمیدونم چجوری آروم آروم این داستان رو ازش آروم آروم گذشتم رفتم، که خیلی جالب بود، فکر نمی‌کردم واقعا یه چیزی بود که آروم آروم باید می‌رفتم، ولی دیگه تمام گرفتیم. هر چی به خط پایان روی نزدیک‌تر می‌شی دور و برت رو بیشتر کمرنگ‌تر می‌کنی، تاریک‌تر می‌کنی، هیچی رو دیگه نمی‌بینی، فقط یه چیز تو به ذهنته که برسی، همین میری نزدیک‌تر می‌شی، کمرنگ‌تر می‌شه، دور چشت کمتر میبینه، ولی داری فقط فکر میکنی که چرا این کارو کردی، چرا شروع کردی، اصلا از اولش داستان چی بوده، فقط به رسیدن فکر میکنی و میرسی. نگاه میکنن، یه سری هم نظر میدن، بعضی هم انجام میدن. شما هم اینطور.